تجاوز به عنف گروهی اخیر در داخل یک اتوبوس دهلی نو هند را شوکه کرد و درخواست‌ها و اعتراضات گسترده‌ای را برای حمایت و حفاظت بهتر از زنان هندی برانگیخت. این حادثه در چین نیز به طور گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفت. از میان مقالات منتشر شده توسط رسانه دولتی چین میتوان مقاله خبرگزاری شینهوا به نام ناتوانی دموکراسی هند در حمایت از زنان را نام برد. خبرگزاری دولتی دیگری به نام پکن یوت دیلی میگوید این حادثه حفره‌ای در نظام دموکراسی هند ایجاد کرد. با اتصال باند تجاوز به نظام دولت هند، رسانه دولتی چین استدلال میکند که دموکراسی چیزی نیست که باید در پیش باشند، زیرا آن لزوماً زندگی بهتری را برای عموم مردم به ارمغان نمی آورد. این اتفاق موجب ایجاد بحثی در فضای اینترنت چین شد. نظر برخی این است که هندی‌ها باید بتوانند دست کم در خیابان‌ها آزادانه به تظاهرات بپردازند. به رسانه‌های محلی نیز اجازه تهیه گزارش در این مورد داده شده است. کاربران اینترنت چینی امکان وقوع چنین اتفاقی در چین را غیر ممکن می دانند. به گفته کاربران اینترنت اگر حملات مشابهی در چین رخ می داد، تجاوزگران مقامات رسمی چینی می بودند و بر روی این حادثه سرپوش گذاشته می شد. برخی از این مباحث در حال حاضر در فضای اینترنت چین وادار به سکوت شدند. روزنامه هندی به نام هیندو گزارش کرد که با جستجوی این موضوع بر روی سایت سینا ویبو صفحه‌ای نمایش داده می شود که در آن نوشته بر اساس قوانین نتیجه جستجو نشان داده نمی شود. این معمولاً به این معنی است که این موضوع توسط مقامات سانسور می شود.